أحبك يا شعر الخيل لأنك أحلى أيامي. معلوماتی در مورد روزه که باید با کودکت در میان بگذاری. مادر گرامی، برخی از پرسش‌های آسان در مورد روزه وجود دارد که می‌توانی آنها را با کودکت در میان بگذاری. روزه رمضان کی پایان می‌یابد؟ با رؤیت هلال شوال رمضان به پایان می‌رسد. ماه شوال دهمین ماه‌های قمری است که پس از ماه رمضان می‌آید. عید سعید فطر اولین روز ماه شوال است. آداب روزه کدام است؟ تأخیر در سحری و عجله در افطار، دعا در هنگام روزه و در موقع افطار، مسواک زدن، افطار دادن به روزه‌دار، تلاش در بسیار انجام دادن طاعات و عبادات مخصوصا تلاوت قرآن کریم. باطل کننده های روزه کدامند؟ خوردن و آشامیدن عمدی و استفراغ کردن عمدی. باطل کننده های روزه بسیار است، اما آنها را به اقتضای سن کودک برای او مختصر نموده ایم. نماز تراویح چیست؟ نمازی است که مسلمان در هر شب از شبهای رمضان پس از نماز عشاء آن را به جای می آورد. این نماز سنت بوده و فرض نمی باشد. این نماز به صورت دو رکعت خوانده می شود، اما در هر رکعت سوره فاتحه و آنچه از قرآن کریم که برایش میسر بود را می خواند و پس از اتمام دو رکعت سلام می دهد. در ماه رمضان باید بر چه کارهایی مواظبت کنیم؟ پایبندی بر نمازها، تلاوت قرآن کریم، صدقه دادن به فقرا و مساکین، مراجعه کردن دروس و حل تکالیف درسی، جز خیر سخنی نگفته و دروغ نگویم، اطاعت از پدر و مادر، کمک کردن و یاری رساندن به هر کسی که به کمک ما نیاز داشته باشد. سفروضی اصلی و امسک مصحفی و گرا ادعی ربی اغفر لی انا حبک یا شهر الخیر یا رمضان انا حبک.